سوال بعدی از چشم. چشم چون سوال داشتیم ازش، ما هم اینجا سوال آوردیم. کدومش با توجه به این تصویر داده شده درست؟ بچه یه کمی چشم رو مرور کنیم. این که خب این سرخ رگه، خب داره خون رو در واقع وارد چشم میکنه. این سیاه رگه، خب داره خون از چشم خارج میکنه. خب خیلی واضحه. اینجا ما عصب بینایی رو داریم یا اپتیک نرو که خب توی عصب بینایی سرخ‌رگ داریم، سیاه‌رگ داریم و این رشته‌ها. این رشته‌ها چیه؟ این رشته‌هایی که شما داری می‌بینی اینا آکسون آو سنسوری نورون، آکسون نورون‌های حسی شبکی است. آکسون گیرنده ها نیستا، اینو من بارها گفتم، الان برای بار هزارم میگم، آکسون گیرنده نیست. گیرنده های در واقع نوری چشم اینطوری میان سیناپس میدن با یه نورون دیگه، نورون دیگه سیناپس با یه نورون دیگه، اون با یه نورون دیگه، بعد مثلا آخری آکسون اونه که عصب بینایی میسازه، نه آکسون گیرنده. حواست باشه بچه. اینجا ما یه دونه توخالی که نگم، یه دونه گودی داریم، یه دونه دپرشن داریم، یه دونه در واقع فرو رفتگی داریم. این ماکولا یا همون لکه زرد، جایی که گیرنده های مخروطی خیلی بیشترن و گیرنده های استوانه‌ای کمترن. ولی بقیه جاهای چشم بجز اینجا متمم بخوایم بگیریم، یعنی ماکولا پریم، ماکولا پریم استوانه‌ای بیشتره، مخروطی کمتره، رود بیشتره، کون کمتره. ولی اینجا توی ماکولا کون بیشتره، رود در واقع کمتره. این هست. این لایه هم که میبینید این رتینای شبکیه هستش که خب گیرنده ها و نورون ها اینا توش قرار داره. مهمترین لایه چشم هست. این لایه بالا عنبیه یا کروئید هستش. کروئید یا ببخشید مشیمیه، چرا گفتم عنبیه، مشیمیه یا مشیمیه فکر کنم میخونیم، کنکور یه سری درست هم بیادم نفته، مشیمیه مشیمیه منیریه اصلا هرچی میخواد باشه. کروئید، این کروئید نه، اینه، این لایه میانی است، حاوی مورک های خونی فراوانه. مورک فراوان، این مورک های خونی فراوان چند تا کار انجام میده که تغذیه شبکیه است، تغذیه شبکیه یا رتینا که همون لایه زیریشه، یکیش هم تغذیه عنبی است. این کارهایی که انجام میده، کار دیگه هم انجام میده که خیلی واردش نمیشه. این ماهیچه‌ای که اینجا میبینید در واقع جسم مژگانی یا سیلیری ماسل هست که توسط سری تارهایی به نام تندونس یا تندونا در واقع وصل شده به لنز یا عدسی. کارش توی اکومودیشن یا تطابق هست، باعث میشه که عدسی باریک و ضخیم بشه و نور ورودی به چشم بالاخره تنظیم بشه. هم نگم نور ورودی به چشم قشنگ نیست، بهتر بگم که همگرایی نور تنظیم بشه. آقا همگرایی یعنی چی؟ ببین عدسی اگه درازتر باشه اینطوری پرتو نور اینطوری عقب همگرا میشن، عدسی اینطوری هرچی ضخیم‌تر باشه پرتوی نور اینطوری زودتر همگرا میشن. و این سیلیری ماسل با اکومودیشن یا تطابق میتونه عدسی و قوتش رو کم و زیاد کنه و همگرایی و فوکس رو تنظیم کنه. تنظیم کنه. روز میخوام انقدر اینجا گرمه آب یخ میخورم دیگه گلوم گرفته. نه وظیفه عدسی و اینا. این لایه عنبیه هستش، عنبیه لایه ماهیچه‌ای که روش لایه رنگدان دار قرار گرفته که توش ملانین داریم. این یکی هم که خب کورنیا هستش یا همون قرنیه. همین این مایه زلالیه یا آکوس هیومر هم که اینجا قرار داره. این تو ماده ژلاتینی زجاجیه هست که باعث شکل حالت کروی چشمی شو، یعنی ژله میمونه، ویتروس بهش میگیم، ویتروس یا زجاجیه. خب بریم سوال جواب بدیم. این هم که در واقع سلبی یا اسکلرا هستش که بافت پیوندی تشکیل هم سفیدی چشم، کاری باش نداریم، این هم مایچه هایی که چشم باش حرکت میدیم. خب میگه یک میتونه کنترل کنه مقدار نور ورودی به چشم،
یک چیزی رو کنترل نمیکنه. مقدار نور ورودی به چشم و پیوپیل یا سوراخ مردمک، این سوراخ کنترل میکنه با انقباض ماهیچه نبیه. دو، is innervated by somatic nervous system. دو چیه؟ دو خب انبی است که توش ما ماهیچه صاف میبینیم، ماهیچه اسکلتی نمیبینیم، ماهیچه صاف اتونومیک نروس سیستم عصب دهی میکنه، دستگاه عصبی خود مختار، نه سوماتیک پیکری. سه، میگه که توی سه کو بذارم توی سه کم ماکولا باشه گیرنده مخروطی فراوانتر مثل بقیه جای شبکه. غلطه، بقیه جای شبکه گیرنده استوانه فراوانتره. چهار، میگه توی چهار خون اکسیژن دار میتونه دیده بشه مثل سخرگ ششی. خب چهار آرتری یا سخرگ، خب بله خون اکسیژن دار قبل داره میره سمت چشم مثل سخرگ ششی. نه، سخرگ ششی خون کثیف و تیره‌ای که سه و دوش بیشتر نسبت به خون روشن و از بطن راست وارد ریه میکنه، خونش دی اکسیژنیتد هست نه اکسیژنیتد. اینم غلطه، نان همه غلطه.